د عامه خدمتونو ریاست چیرته چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ټول مراجعینو غوښتنې او عریضې تر یو چتر لاندې ترسره کیږي. دغه ریاست د کورنیو چارو وزارت اړوند ټولې عریضې د موټرونو او اسلحو د کارتونو پروسه بشپړول او په کور دننه او بیرون د جرمي مسؤلیت نه لرلو اړوند مسؤلیت پر غاړه لري. د اسلامي امارت له راتګ سره دغه ریاست سلګونو عریضو ته رسیدګي کړې ده. مولوی عتیق الله حقانی د عامه خدمتونو د ریاست د ترسره شوو چارو په اړه داسې وایي: د خدمت عامه ریاست د مقام او د عوامو ترمنځ د ولس ترمنځ یو د پل حیثیت لري. دلته سهولت او دلته د مراجعینو دپاره سهولت ډیر زیات دی، سرګردانی دلته نشته. په خدمت عامه کې یو شپږ اووه بخشونه دي چې هغه یو بخش عمومي دوی د عرایضو بخش دی. نو محترمه، په بخش د عرایضو کې چې عام عرایض موږ ته راغلي دي او هغه عام عرایض اجرا شوي دي محترمه، هغه 2129 عرایض راغلي دي چې موږ د خلکو نه راخستي دي، هغه موږ احکام کړي دي او بیا هم خلکو ته ورکړي دي. او بل 2615 د مقام عرایض، هغه هم دلته موږ ثبت کړي دي، موږ د خلکو نه اخستي دي او خلکو ته ورکړل شوي دي، اجرا شوي دي. او 196 پیشنهادات راغلي دي، هغه 196 پیشنهادات دلته صدر شوي دي او خلکو ته ورکړل شوي دي. او 350 مکاتب مکتوبونه په مختلفو موضوعاتو کې صدر شوي دي او ورز شوي دي. بخص دی عرایضو کې موږ دا د امارت اسلامي دا کار شروع کړی دی، موږ دلته فعالیت کړی دی، الحمدلله دا کار شوی دی. دلته یو سفر به خارج دا پرم دلته موږ ورکوو. نو چې دا د امارت وخت نه سفر به خارج پرمونه دلته چې کوم دي، چې دغه خلق راغلي دي مراجعین، په دې کې ذکور هم دي او ناس هم دي. تخمینا د هغوی تعداد چې سفر به خارج دي 2100 مراجعین راغلي دي. او بل بخش زموږ عدم مسؤلیت جرمي بخش دی چې هغه فرم زموږ مربوطه دی، موږ ورکوو. نو د امارت وخت نه تر اوسه پورې 6500 کسان دا دوی موږ ته راغلي دي، هغه په وظیفه باندې استخدام شوي دي او هغه موږ عدم مسؤلیت جرمي فرم دوی ته ورکړی دی. او بل بخش زموږ د پذیرش بخش دی چې پذیرش بخش کې موږ تر اوسه پورې 490 کسان چې زموږ د پذیرش د بخش نه هغه رسمي مقامات مشرانو ته تللي دي، در رهبري سره د موږ د لارې نه دوی هغه ملاقات هماهنګي شوې ده. نو بخش د پذیرش هم زموږ مربوط دی، هغه هم الحمدلله فعال دی مکمل. او بل زموږ جواز د سلام بخش او جواز زری هغه هم باندې په هغه طرزالعمل باندې کار روان دی، کار نهایي شوی دی. انشاءالله عزیز کیدای شي په هغو بخشونو باندې هم موږ کار وکړو. ښاغلی حقانی وایي هر افغان حق لري چې په دولتي ادارو کې دنده ترسره کړي، ځکه خو په دغه ریاست کې پخواني کارکوونکي ټول په نورمال ډول خپلو دندو ته راځي او دوی ته د اسلامي امارت لخوا هېڅ ستونزه نشته. دلته چې کوم سابقه پخواني کارمندان ذکور دي، هغه الحمدلله ټول په خپلو کارونو باندې مصروف دي او تاسو ټول سره مرکې وکړي او کارونه یې په مخ روان کړي. ټول ته موږ ویلیم چې تاسو راشئ، هر کس په خپل بخش کې کار ته ادامه ورکوي. او د اوناس په مورید باندې خو بالعموم په الحال، ځکه چې اوناس زموږ خویندې په پیژنتون کې یو زیاتې وي، په بخش د جلب جذب کې وي او په بخش د شهداو کې وي، هلته په دا بخشونه کې هم زموږ د خدمت عامه یو شاخونه دي. نو په الحال هغه هم مکمل منظم شوي نه دي. نو که کله هغو باندې هم کار روان شو، موږ ته ضرورت شو، نو انشاءالله عزیز موږ هلته هم خپل بخشونه لرو فعال بکو، په هغو باندې به انشاءالله خیر خپل کار وکړو. نوموړی د مراجعینو ستونزو ته پر وخت رسیدنې په اړه ډاډ ورکوي او له مراجعینو غواړي چې له حوصلې کار واخلي. د مراجعینو نه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دلته راځي، دا خدمت عامه ریاست دوی دپاره دروازه هر وخت خلاصه ده. او دوی چې څه مشکلات وي، د کوم بخش مربوط وي، او الحمدلله دلته موږ ته مرجعه کوي. د دوی عرایض وي، پیشنهادات وي، مکتوبونه وي، دلته زموږ کارمندان خپلو ځایونو ته دوی کار خلاصوي او دوی ته ورځ ورکوي، وخت ورکوي، یا په یو ساعت وخت ورکوي. نو د ټولو اداراتو نه کار ورته خلاصوي او فرم دوی ته بیا موږ خپل لاس باندې ورکوو. دلته لکه مراجعینو ته سرګردانی نشته، د ټول ځایونو نه موږ خپل کار ورته خلاص کړو، دوی ته موږ خپل پروم یا خپل پیشنهاد یا خپل عرضه دوی ته ورکو. د عریضو مدیریت چې د مراجعینو د ټولو عریضو د غونډولو مسؤلیت لري، خپل فعالیت په اړه وایي: موږ د خدمات عامه په چوکاټ کې د مدیریت عرایض ټول هغه پیشنهادات، عرایض مثال تقرری، تبدیلی یا جنایي عریضې چې قتل، سرقت دی، هغه موږ راجمع کوو او د مربوطه ادارو نه احکام اخلو او بیرته خپل کسان ته سپارو. موږ ته خو تقریبا دلته د ورځې 200 تخمینا موږ ته عریضې راوړي، هغه پیشنهادات دي،
او هغه مون مربوطه اداره ته راځي کوو. دا غزای دی بایومیټریک دی چیرته چې شخص په خوانی سابقه قتل کیږي او د شخص د هویت په اړه مربوطه مرجع ته ډاډ ورکول کیږي. دغه برخه د مسلکي نارینه او ښځینه کارکوونکو په مرسته خلکو ته خپل خدمتونه وړاندې کوي. وظیفه ما د در عموما عدم مسؤلیت یا سابقه جرمی هست که باز عدم مسئولیت یا سابقه جرمی به سه کاتگوری فعلا ما اینجا کار میکنیم که به سه کاتگوری تقسیم شده که یکیش بخش مشکل کسی که در پاسپورت دارم مثلا تغییر نام و نگاه پاسته پیش ما مراجعه میکنه و استلام میتونه میای بر پیش ما و یک بخش ما سفر به خارج است که کسای سفر به خارج میکنه اونو سفارت مربوطه است پیشون عدم مسئولیت سابقه جرمی شون میخواد و کاتگوری سوم ما که است کسی که تقرر حاصل میکنه در هر اداره و هر شرکت خصوصی و هر جایی که باشه باز اونا از طریق شرکت از اداره مربوطه شان استلام برشان میده به خاطر عقد سابقه جرمی شان اونا برای ما مراجعه میکنن باز اینجا میاد در مرکز خدمات یامه فرم میگیره فرم خانه‌پوری میکنه من در بخش سابق مجرمین ما دیجا از بخش سابق مجرمین ما خلاص میشم میاد در بخش بایومتری برای ما میرسن برای ما که وقتی میرسه دیجا ما ورقه و اسنادهایشان ارزیابی میکنیم مطابق قانون نمود و اجرات خود میکنیم. د عامه خدمتونو د ریاست یو شمیر مراجعین د یاد ریاست د کارکونکو له فعالیت څخه راضي دي او وایي الحمدلله د کارمندانو برخورد ډیر ښه او مسلکي دی او کارونه په منظم ډول باندې روان دي او د چا کار نه ماتل کیږي د هر شخص کار خپل وخت سره ترسره کیږي او د داسې یو څه موږ ونه لیدل چې د مراجعینو سرګردانۍ سبب وګرځي. ما په خاطر همزې گرفتن عدم مسؤلیت وزارت داخله یک مکتوبی که از طرف انسجام برای ما داده شد آمدیم در اینجا دیگه کارمند ها بسیار یک رویه خوب دارن هم یک فضل خدا آدم هایی که هستن که با تجربه هستن پا غزنی ولایت که مسلکی و تکنیکی در که امیریت هم از ثبت نام کرده و دی منابع بشری مدیریت ده اون دلتا استلام را کرده و پا جنایی بانده هم دلتا راوالای ده حسن پرم را وقت پرم نده که دلتا تسلیم کرده ده نور وز دې فرم را تر کوي نو بایومیټریک پروسه په مخ باندې جوړو او تر دې ځای سره غوړي ان شاء الله کوم مشکلات هم نه درته جوړ شوی کار مو خوب پیش میره فعلا کې ورقه ما را دې ما زوتر کار مو پیش رفته. د عامه خدمتونو د ریاست یو شمیر کارکونکو د مراجعینو له چلند څخه راضي دي او د خپلو دندو په اړه داسې وایي. احمد رامین امیری هستم کارمند خدمات او ما بخش عدم مسئولیت جرمی سفر خارج پروسس میکنه. مراجعینی که قصد سفر به خارج داشته باشن پیش ما مراجعه میکنن، ما یک دانه فرم در اختیارشان قرار میدیم که متشکل از سه بخش است. اسنادی که مورد ضرورت است، کپی تذکریش است، کپی پاسپورت است، اگر از طبقه اوناز باشه، از اونا اجازه‌نامه فامیل باید داشته باشن یا نکاخت. من حکمت الله هستم، یکی از کارمندای مدیریت عرایض ریاست دفتر مقام در بخش عرایض کار میکنیم. مراجعین مشکلاتی که مثلا دارن عریضه نوشته میکنن میارن برای ما ایجا تسلیم میتن رئیس دفتر مقام که امضا کرد پس دوباره برای ما روانش میکنه بعد ما با مراجعین زنگ میزنیم که کار تان خلا شده به از ای عریضه تونه تسلیم شوی درخواست ما از مراجعین همی است وقتی که ایجا پیش ما مراجعه میکنن نظم مراعات بکنن چون ما بتانیم به یک شیوه درست کارشانه پیش بریم. اسم من محمد صدیق قولی خیل است یک تن از کارمندان ریاست خدمات عامه. این بخش ما بخش عدم مسئولیت جرمی است. مراجعینی که اینجا مراجعه میکنن به خاطر که وظیفه میگیرن اگر در وظیفه رسمی مقرر میشن یا در مؤسسات مقرر میشن یا شرکت میگیرن یا فرض مثلا دواخانه میگیرن یا راهنمای معاملات میگیرن اونا من به خاطر تعیین مراحل پروسه عدم مسئولیت جرمی که دارن یا ندارن اینجا مراجعه میکنن پیش شما. باز ما به اسنادی که ضرورت داریم که اول که اسنادشون از مرجع رسمی برام آماده باشه و امضا و توپه داشته باشه و تذکره باشه و موجودیت خود شخص ضروری و لازمی است. باز از پیش ما مراجعه میکنن بعد از اینکه اسنادشون چک شد تکمیل شد بعد از این بازی ثبت دیتابیس ما میشه بازی به نمبر میخوره ثبت میشه اینا راجع میشن به مدیریت بایومتریک ما که میرن باز بایومتریک میشه. قبلا ما وظیفه میجا داشتم بعد از پیروزی امارات اسلامی هم که آمدیم واقعا برخورد مجاهدین و همراه ما بسیار یک برخورد نیک بود برخورد پسندیده بود که ما با واقعا که آمدیم هیچ گونه تغییرات در دفتر ما نبود و نیام همراه خود ما کدام رویه خراب نشد ما فقط هم کمافی سابق آمدیم به وظیفه خود بسیار رویه نیک بسیار
به اصطلاح که ما تو کدام تغییرات را احساس نکردیم از اوریجین تا ایریجین که کتما کدام برخورد ناسالم شده باشه نشده ما بسیار خوش هستیم کدام مشکل نداره. در عمه خدمتون ریاست چی طول برخی فعالی دی هر اورد سلگون عریضو تا رسیده نکوی او دی مراجین و چارو تا پر وقت رسیدن سرطوان دلی چی دی هغوی رضایت در لاسه کدی. دی یادونی ورده چی دیر جربه دغه ریاست که دی اسلحه و دی کارتون و توزیع او دی زرهی وسایل و دی اسناد و پروسه هم پیل شی.